گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران اخیرا در اولین گزارشش به مجمع عمومی سازمان ملل به موارد زیاد نقض حقوق بشری در ایران اشاره کرده است از شکنجه و آزار زندانیان سیاسی و مرگ در حین بازداشت شماری از آنها گرفته تا نقض آزادی بیان و صدور حکم اعدام برای افراد زیر سن قانونی تکرار گزارش های گذشته آیا گزارشگران ویژه برای ایران تا به حال تأثیری بر برای بهبود حقوق بشری در ایران داشتند جاوید رحمان ششمین گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشری در ایران است و حدود چهار ماه قبل به این سمت منصوب شد. او استاد و رئیس پیشین دانشکده حقوق دانشگاه برونل در بریتانیا است و یکی از پرکارترین پژوهشگران در زمینه حقوق و اسلام است و دهها کتاب و ست ها مقاله در این خصوص منتشر کرده است کتاب هزار صفحه‌ای او زیر عنوان حقوق بینالمللی بشری در دانشگاه ها تدریس می‌شود تسلط او بر حقوق و به خصوص حقوق در قوانین اسلام تا چه حد می‌تواند عاملی برای موفقیت او در مأموریتش باشد پروفسور جاوید رحمان به برنامه خوش آمدید متشکرم کمی بعد از اینکه به عنوان گزارشگر ویژه برای ایران منصوب شدین گفتین که به دنبال ارتباطی سازنده با مقامهای ایرانی هستین و امیدوارید که بتونید فضایی رو برای گفتگوی باز و شفاف با مقامهای ایران ایجاد کنید تقریبا چهار ماه گذشته الان کجایی کارید؟ خب، um, که به درستی اشاره کردین در آغاز مموریت این حرف رو زدم. تماس‌هایی داشتیم با سفیر ایران در ژنو دیدار کردم. همینطور افتخار دیدار با نماینده ایران در نیویورک رو داشتم. در این فاصله هم تماسها و ارتباطهای مختلف زیادی داشتم. ضمن اینکه که هنوز در مراحل اولیه هستیم. اخیرا اولین گزارشتون رو به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کردین میشه به اصلی ترین موارد و موضوعاتی که در زمینه حقوق بشر بیش از همه نگرانتون میکنه اشاره کنید؟ well, موارد مختلفی مایه نگرانی است من در گزارشم به مجمع عمومی سازمان ملل موارد اصلی رو برجسته کردم یکی از این موارد اصلی نگران کننده ادامه اعدام مجرمان نوجوانه منظورم کسانی که وقتی زیر 18 سال داشتن مجرم شناخته شدن و بازداشت شدن خیلی متاسف و ناراحتم که اشاره کنم پنج مورد از این اعدام ها همین امسال رخ داده اون هم با وجود ابراز نگرانی سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی گزارش از این موارد متعدد دیگه هم هستن که بهشون پرداختم از جمله ادامه سرکوب اقلی های قومی و مذهبی نگران نبود یا محدودیت روند درست دادرسی و یا نقص اونها هستم موارد مثل اعتراف زیر شکنجه بازداشت های خودسرانه و عدم استقلال قضایی و البته چندین مورد دیگه هم هست مثل آزادی بیان آزادی مذهبی و عقیدتی حقوق زنان و غیره خلاصه لیست مفصلی از تضییق حقوق Right. Since you haven't been to Iran to gather your information. خوب با توجه این که به ایران سفر نکردین، این اطلاعات رو چطور جمع کردین؟ و چطور میتونین مطمئن بشین که این اطلاعات دقیقه؟ Information about these بله همون که به درستی گفتین با وجود اینکه چندین بار پیشنهاد دادم و درخواست کردم هنوز به من اجازه سفر به ایران داده نشده. اما وقتی امکان سفر نیست راه های مختلف دیگه هم برای جمع اطلاعات وجود داره از جمله شهادت یکسان افراد مختلف گفتگو با خانواده و نزدیکان قربانیان و البته میزان زیادی از اسناد و مدارک رو هم با دقت مطالعه کردم بنابراین عدم و حضور در ایران و نداشتن تماس مستقیم برای محدودیت ایجاد میکنه اما مانع هم نمیشه از شیوه های جدید برای دسترسی استفاده میکنیم مثل تلفن و اسکایپ و از این قبیل. از زمانی که گزارشتون رو به مجمع عمومی ارائه کردین آیا از طرف ایرانی ها جواب دریافت کردیم؟ um, uh, the... بعد از ارائه گزارشم بحثی توی خود مجموع می داشتیم اما جواب رسمی نه right. past, uh, uh, در گذشته جواب مقام های ایرانی به گزارش های همکارهای قبلیتون uh, بیشتر بحث چسب زدن به اونها بوده به عنوان افرادی که جیرخار دشمن ایران هستند و گزارش هاشون بیعتباره استدلال میکردن که بر اساس حرف های مخالفان حکومت ایران و نه واقعیت این گزارش ها شدند حالا که دست کم هنوز همچین واکنشی نسبت به شما و گزارشتون نشون داده نشده آیا میشه این رو نشونه از قصدشون برای همکاری بیشتر در مقایسه با برخوردشون با همکاری قبلیتون تلقی کرد؟ i am not مطمئن نیستم بشه انتقاد نکردنشون از محتوای گزارش رو به دستشون برای همکاری تعبیر کرد چون اون که از برخورد ایرانی ها با گزارشم فهمیدم و احساس کردم این بود که انتقادی به محتوای گزارش هم نداشتن بلکه اتهامات زیادی از قبیل سیاسی خوندن نفس تعیین گزارشگر رو مطرح می <applause> کردن درست همونطور که در مورد همکاران قبلی هم می‌گفتند <applause> من از هر بحث و گفتگوی محتوای استقبال می کنم از جمله اگر ایرانی ها بخوان یافت من رو به چالش بکشن باید به من اجازه سفر و دسترسی شفا به کشور رو بدن اینجوری میتونم فرصت بهتری برای راستی آزمایی و جمعوری اطلاعات دقیق و درست داشته باشه freedom به موضوع نقض آزادی بیان هم اشاره کردین اما این مسئله رو چطور توی گزارشتون مطرح کردین میدونین که اخیرا عده زیادی از کسانی که از مدافعین آزادی بیان بودن مثل فعالان سیاسی یا روزنامه‌نگارها به زندان‌های طویل مدت محکوم شدن این مسئله چطور در گزارش شما منعکس شده یا در تحقیقات آتیتون چه جایگاهی داره؟ بله این از موارد جدی نگرانیه همونطور که میدونه از دهی ماه سال گذشته موجی از اعتراضات به راه افتاد که کم و بیش ادامه داشته و این فعالان و روزنامه نگارها و مدافعان آزادی بیان به طور مرتب هدف فشار و تغییر و آزار و اذیت بودن من در گزارشم از عدی از اونها اس بردم مدافعان حقوق بشری که متاسفانه قربانی بازداشت خودسرانه شدن و به زندان افتادند بنابراین شکی نیست که این مسئله از نگرانی های جدیه به خصوص از زمانی که من این مأموریت رو به عهده گرفتم <applause> میدونید که آزار و اذیت روزنامهنگارها به رسانه های داخل ایران محدود نمیشه و خانواده های زیادی از روزنامه‌نگارهایی که در رسانه های خارجی کار میکنن هم هدف آزار و اذیت قرار میگیرند مثلا در مورد بی بی سی خبر دارن که بیش از 150 نفر از روزنامه‌نگارها هدف قرار گرفتن بهشون انواع و اقسام اتهامات رو زدن و حتی دسترسیشون به اموال و دارایی‌هاشون در ایران رو قطع کردن در خیلی از موارد هنوز خودشون یا خانواده‌هاشون درگیر پرونده‌های قضایی هستن در این مورد میخواین چیکار بکنی؟ BBC has, uh, خب این از مواردی که خیلی ناراحت کننده است. BBC فارسی هدف قرار گرفته و همانطور که اشاره کردیم به روزنامه نگار محدود نمیشه بلکه خانواده ها و دوستان و آشناهاشون رو هم در بر میگیره. برخوردهای از قبیل آزار و اذیت و بازداشت و ممنول مامل معاملگی. خب این اتفاق خیلی خیلی بدیه چون به علت نامیمونیه که میتونه گریبان سایر روزنامه نگارها و کارکنان سایر رسانه هم بگیره. برای من خیلی نگران کنند است. حتما بهش خواهم پرداخت. در همین گزارش اول هم بهش اشاره کردم. میدونم که همکار سابقم اسما جهانگیر هم خیلی از این موضوع نگران بود و کاملا متحدم که این موضوع رو در صدر فهرست مسائلی که بهشون میپردازم داشته می میدونم که در تهیه گزارشتون به نوعی کار همکاران قبلیتون رو ادامه میدین و البته موارد تازهی رو هم بهش اضافه میکنین اگه بخواین یافته خودتون برای تهیه گزارش رو با اون که در گزارش های قبلی احمد شهید و بعد هم اسما جهانگیر اومده مقایسه بکنید آیا وضعیت حقوق بشر در ایران تغییر کرده؟ بهتر شده احیانا یا بدتر؟ مواردی بوده که بهتر شده مثلا اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که به کاش چشمگیر اعدام منجر شده همکارای قبلی هم شاهد روند اصلاح این قانون بودن و اسما هم توی گزارشش به این مسئله اشاره کرده بود فکر میکنم دوراهی بوده که شاهد بهبود جنبه از حقوق بشر بودیم و در گزارش هم بهشون اشاره شده مثل همین قانون مبارزه با مواد مخدر یا منشور شهروندی یا جنبه از حقوق زنان شاهد بهبودهایی بودیم که همکاران قبلی هم هم به درستی به عنوان تحولات مثبت بهش اشاره کردند اما همزمان موارد نگران کننده بسیار جدی هم وجود داره. مثل موضوعات سابقه داری از قبیل نقض حقوق اقلیتهای مذهبی و قومی، مسئله مدافعان حقوق بشر، موضوع مشکلات روند قضایی و دادرسی، مسائلی که متاسفانه ادامه داشته و نشوندنده بدتر شدن وضعیت در این زمینه ها بوده و خب برای من هم مایه نگرانی جدیه. پروفسور رحمان شما ششمین فردی هستید که به عنوان گزارشگر ویژه برای ایران منصوب شد این از سال 1984 که اندرس اگویلار منصوب شد و او به دلیل عدم همکاری ایران بعد از دو سال کنارگیری کرد به جز گالندو پول که سه بار تونست به ایران بره و بعدش هم به او اجازه سفر ندادند هیچ کدوم دیگه از گزارشگرهای ویژه موفق نشدن به ایران سفر کنند فکر میکنین که احیانا شما استثناء باشید و بهتون اجازه سفر بدن؟ امیدوارم well, uh, so و, و واقعا متحدم که اتفاق بیفته امیدوارم دولت ایران متوجه اهمیت گزارشگری ویژه سازمان ملل بشه و به جای بچه هست دادن به همکاران قبلی من به عنوان کسانی که اهل سیاسی کاری بودن و برنامه خاصی رو دنبال میکردن به دستآوردهای مثبتی که حاصل کار گزارش های ویژه بوده توجه کنه دادن اجازه سفر و دسترسی آزادانم قطعا میتونه به این مسئله کمک کنه چون وقتی بتونم مستقیم با مقام های دولتی و افراد مختلف تماس بگیرم میتونم گزارش دقیق تر و بیطرفانه هم تهیه کنم بنابراین به نظرم به نفع خودشونه که به من اجازه دسترسی آزادانه و بی قید و شرط بدن آیا هیچ نشونه ای حاکی از اینکه ممکنه این موضوع رو در نظر داشته باشن دیدین؟ در این مدت کوتاهی که باشون تماس داشتم نه نشونه خاصی ندیدم متاسفانه همانطور که اشاره کردین وضعیت همکارای قبلی هم ها علامت مثبتی در این زمینه محسوب نمیشه. یه چیزی رو که بر روشن کنم اینه که از انتقاد از نقض حقوق بشر خسته نمیشم و کسی هم نمیتونه جلوم رو بگیره. آدم خیلی پیگیری هستم. بنابراین با ممانع از سفرم به ایران نمیتونن جلو انجام مسئولیتی که سازمان ملل به خودم گذاشته رو بگیره به تازگی با همکارتون ادریس جزایری که گزارشگر ویژه بررسی آثار منفی تحریم ها روی حقوق بشری گفتگو کردم گفت که برای سفر به ایران دعوت شده ولی قصد داره که در زمینه سفر با شما هماهنگ کنه با تعجب به اینکه ایرانی ها مایلن که آقای جزایری به ایران بره و در واقع خودشون دعوتشون کردن فکر میکنین ممکنه درخواستشون برای همراهی شما در این سفر رو بپذیرن؟ آقای جزایری همکار منه و ما با هم کار کردیم ساز ملب پروتکل های مختلفی داره و من از اون چک که آقای جزایری در ارتباط با هماهنگی برای سفر به ایران گفته استقبال میکنم همانطور که گفتین ایرانی ها آقای جزایری رو دعوت کردن چون حوزه کارش به و احتمالا ترجیح میدن که به طور کامل و اختصاصی روی موضوع تحریم ها تمرکز کنن. در مورد کار من خب طبیعیه که تحریم اقتصادی آثار و عواقب منفی روی جنبه از زندگی مردم از جمله حقوق بشر داره. ولی حوزه مموریت من, من تنها به این آثار محدود نمیشه. من موضوع حقوق بشر در ایران رو به طور کلی و جنبه های مختلف در نظر میگیرم. بنابراین مطمئن نیستم برداشت ایرانی از نگاه و رویکرد من به مسائل حقوق بشری به خصوص مواردی که مورد تایید نیست به عنوان مثال وقتی نقض حقوق مدنی و سیاسی رو در نظر میگیرم متوجه هستم که اینها میتونن با حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مرتبط باشه اما نقض حقوق اجتماعی و سیاسی الزاما ارتباطی با تحریم ها نداره بنابراین خیلی مطمئن نیستم که من رو دعوت کنند به خصوص با در نظر گرفتن رفتارشون در قبال همکاران قبلی هم. So if they didn't let you go to Iran, خب اگه به شما اجازه سفر بیرون رو ندن میدونین که قاعدتا از گزارشتون هم انتقاد میکنن و میگن که بر اساس واقعیت ها تهیه نشده چون توی زندان ها نبودین و شرایطشون رو ندیدین مستقیم با قربانی ها و خانواده هاشون حرف نزدین و بنابراین گزارشتون واقع بینانه نیست بر اساس اونجا که تا الان شادش بودم ایرانی ها محتوی گزارش من رو به چالش نکشیدن اونا میدونن که راه های زیادی برای دسترسی به اطلاعات وجود داره و دیگه که میتونن جلو سفرم رو بگیرن معلومه که دوست دارم به اونجا برم چندین بار هم درخواست کردم ولی مهمه که در صورت صدور مجوز، بتونم دسترسی بی قید و شرط داشته باشم که بتونم کارم رو که به به اونجا رفتم. درست انجام بدم یعنی بتونم از نزدیک با افرادی که تحت فشار بودن یا حقوقشون ضایع شده کار کنم بنابراین با توجه به شرایط و امکاناتی که داشته باشم بهترین کارم رو ارائه میکنم so خب حالا اگه بهتون اجازه سفر بدن برنامتون چیه کجا رو میخواین ببینید؟ با کیا میخواین ملاقات کنید؟ well, اگه بهم اجازه سفر بدم برام خیلی مهمه که بتونم با افراد صحبت کنم بدون اینکه نگران چیزی باشن یا اینکه براشون عواقبی داشته باشه به فهرست از موضوعاتی که نگرانشون هستم اشاره کردم مثل روند جزایی و کیفری عدم پایبندی به اجرای قانون اتفاقاتی که در بازداشتگاه ها میفته تضیع حقوق قربانی ها و بازداشتی ها همه اینها مسائلی هستن که باید در زمان حضورم در ایران بررسی کنم بنابراین مجموع مفصل از دسترسی هاست که بهشون نیاز دارم بریم سراغ وضعیت زندان ها اخیرا گزارش هایی از بدتر شدن وضعیتشون منتشر شده ادعی از زندانی ها به خصوص زندانی های سیاسی اتصاب قضا کردن بعضشون به خدمات درمانی نیاز داشتند، اما ازش محرومشون کردن مطمئنم که از این موارد خبر دارین و توی گزارشتون هم بهشون اشاره کردین اما راستی آزمایی موارد از این دست کار ساده ای نیست مگر اینکه بتونید از زندان بازدید کنید چطور میخواین در این زمینه تحقیق کنید همین حالا هم دارم از منابع مختلف و غیر مستقیم مثلا خانواده های زندانی ها اطلاع دریافت می کنم. ولی اگه بهم اجازه دسترسی بدن دقیقا می دونم که کجا برم از کدوم زندان ها بازید کنم با کدوم زندانی از جمله زندانی های سیاسی باید حرف بزنم در مورد شیوه بازاش و نگهداریشون پرسجو کنم. موضوعی که باید ازان کنم که تا خودم اونجا نباشم آسون نیست بنابراین کاملا میدونم که میخوام چی کار کنم از کدوم زندان ها بازدید کنم با کیا باید حرف بزنم سوال اصلی اینه که چطور این دسترسی ها رو به دست بیارم برای اینکه گزارشم معتبر بیطرفانه و پرمحتوا باشه باید این دسترسی ها رو بهم بدن چون در غیر این صورت اظهار نظر قاطعانه در مورد اینکه واقعا اونجا چه خبره برام خیلی سخت میشه پیشتر مقام های ایرانی شکنجه و اعدام زندانی ها رو بر اساس قوانین اسلام و شریعت توجیه کردند. مطمئنم که با عبارت تعذیر به عنوان توجیه برای شکنجه آشنا هستید یا مفسد فلعص عبارتی اسلامی که ازش به عنوان مجوزی برای اعدام استفاده می کنن. فکر می کنین هنوز هم برای توجیه شکنجه و اعدام افراد از همین شیوه توجیهی و توسل به قوانین اسلامی استفاده می کنن. آیا واقعا این کارها منطبق بر قوانین اسلامیه؟ این سوال خیلی مهمیه به نظرم باید میزان سازکاری قوانین اسلامی با قوانین بین حقوق بشر رو در نظر بگیریم اگر در سطح جهانی نگاه کنیم میبینیم که کشورهای زیادی هستند که به قوانین اسلام پایبندن اما در این حال از اصول قوانین بین حقوق بشر هم تخطی نمی کنن. اگر پیمان های بنیادی حقوق بشر رو در نظر بگیریم که اتفاقا ایران عضو بعضیشونه مثل پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یا کنوانسیون حقوق کودک هم هست ایران خودش رو به اجرای اونها متحد کرد پذیرش پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شامل موارد متعددی میشه از جمله تعهد به محاکمه عادلانه تعهد به اجرای روند درست قضایی تعهد به تأمین آزادی مذهبی و عقیدتی تعهد به تأمین حق آزادی بیان اکثر کشورهایی که قوانین اسلامی رو اجرا میکنن مشکلی با این موارد ندارن و ناسازگاری بین اونها نمیبینند. خودشون رو به اجرای قانون بین المللی حقوق بشر متحد میدونن بنابراین برام خیلی عجیب و باور نکردنی که مقام های ایرانی سعی میکنن بر اساس برداشتی که از قانون اسلام دارن ازش برای توجیه شکنجه و اعدام افراد استفاده کنند. این کارها در واقع تنها آزار و اذیت مخالفان سیاسی با شناخت که از قوانین اسلامی دارم این رفتارها نه اسلامی و نه قانونی. Um, همونطور and... که اشاره کردین خیلی از کشورهای اسلامی هستند که در زمینه قانون کیفری و جزایی خودشون را به مقررات مدنی بین المللی متحد میدونند اونا چه توجیه دارند؟ منظورم اینه که آیا با پذیرفتن این مقررات مدنی دارند از قانون اسلام تخطی میکنند؟ Um, I don't think so. I think if you look at, for example, the international consensus. On فکر نمی کنم. مثلا اگه اجماع بین المللی درباره من یا محکومیت شکنجه رو در نظر بگیریم، همه کشورهای جهان از جمله کشورهای اسلامی مقرراتی که کمیته کنفانسیون شکنجه و کرده رو پذیرفتن در مورد کنوانسیون های دیگه مثل کنوانسیون بین حقوق مدنی و سیاسی هم همینطور به این ترتیب من شکنجه به عنوان یک مثال تبدیل به نور می شده که دیگه نمیشه ازش عقب نشینی و تخطی کرد بنابراین اون چی که در این کشورهای اسلامی رخ میده اینه که خودشون رو به منع شکنجه متحد میدونن so so, um, با این اعتقاد راسخ قانون اسلام هم کاملا به این موضوع متحده بنابراین تا جایی که به اصول بین المللی حقوق بشر مربوطه هیچ تفاوتی بین قانون اسلام و قانون بین المللی حقوق بشر وجود نداره این استدلال کسیهت که روی قوانین اسلامی خیلی کار کرده بنابراین مطمئنم که به دانشگاه گسترده شما در این زمینه توجه میکنم سالهای سالی که های حقوق بشری و گزارشگران ویژه سازمان ملل دارند کار میکنند از جمله در مورد ایران هر سال کم و بیش با گزارش های مشابهی روبرو رو هستیم در بعضی زمینه ها شاهد بهبود وضعیت هستیم و همونطور که خودتون هم گفتین در زمینه های دیگه ای که وضع بدتر شده بنابراین در عمل تغییر خاصی پیش نمیاد آیا فکر می به عنوان گزارشگری ویژه واقعا تاثیری در بهبود حقوق بشری دارید؟ Um, think فکر کنم بله. به نظرم با وجود همه موانع و انتقاداتی که هست، اگر روند پیشرفت کار از سال 2011 made... یعنی زمان کار احمد شهید و بعد هم اسما جهانگیر تالا رو در نظر بگیرید، متوجه میشین که کارهای مثبت زیادی انجام شده. در این فاصله بعضی قوانین تغییر کرده از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر که قبلا هم بهش اشاره کردم حق زندگی از خیلی جهاد مهمترین حق بشریه با اجرای شدن قانون جدید شاهد کاهش قابل توجه ها بودیم موضوعی که ازش حمایت و استقبال میکنیم موارد و موضوعات نگران کننده دیگه هم هستن که بهشون اشاره کردم و معتقدم ایران باید در اون زمینه ها به سرعت دست به کار بشه و خب تمرکز گزارش بعدی هم روی همین موضوع خواهد بود همونطور که گفتم ادامه اعدام مجرمان نوجوان به شدت باعث نگرانی ماست دولت ایران باید به سرعت برای متوقف کردن همه موارد اعدام کودکان وارد عمل بشه بنابراین اگر این اتفاق بیفته و مجرمان زیر سن قانون ادام نشن امیدوارم که سال آینده بتونیم بشینیم و بگیم این قدم بسیار مثبتی بود که در جهت درست برداشته شد پروفسور رحمان با توجه به میزان عظیم مقالات و مطالعاتی که در زمینه حقوق بشر و به خصوص حقوق بشر در اسلام منتشر کردین شما را باید پرکارترین محقق در این عرصه دونست همزمان تجربه خیلی زیادی هم در فعالیت حقوق بشری داریم وقتی اینها رو در نظر بگیریم به این نتیجه میرسیم که شما نمیتونین صرفا رویا پرداز باشید میخوام بدونم با نگاه واقع بینانه تا چه حد امیدواریم که در پایان معمولیتتون با ایرانی مواجه باشیم که از نظر میارای حقوق بشری در جایگاه بهتری باشه. من خیلی خوشبینم از حسن نظرتون در مورد خودم هم ممنونم واقعا معتقدم که ایجاد تغییر امکان پذیره مواردی بوده که شاید پیشرفت مثبتی بودیم به نظرم مشکلی که ایران باش مواجهه یک بحث و رویکرد ایدولوژیکه اگه بتونن راهی برای عبور از موانع ناشی از نگاه ایدولوژیک پیدا کنن معتقدم که امکانش هست با توجه به اینکه من به عنوان یک متخصص حقوق اسلامی که روی سایر کشورهای اسلامی که با چالش های مشابهی از قبیل ایدولوژی مذهبی یا مسائل فرهنگی روبرو بودن مطالعات مقایسه ای و تطبیقی داشتم و دیدم که تونستن با عبور از این موانع به نمادهای حقوق بشر تبدیل بشه نمیخوام بیش از حد خوشبین باشم ولی واقعا معتقدم که ایران میتونه پایبندیش به حقوق بشر رو بیشتر کنه مثلا اگه بررسی جامعه سالانه رو در نظر بگیریم که مطالعه فراگیریه میبینیم که ایران به خیلی از توصیه ها پاسخ مثبت داده و بهشون عمل کرده And, uh, İran has to its credit, uh, active. بنابراین من ایرانی ها رو تشویق می کنم که به همه توصیه هایی که از گوش و کنار دنیا میاد توجه کنم و ببینن چطور میتونن خودشون رو با اونها تطویق بدن. فکر می کنم یا دست کم امیدوارم که این اراده در مقام های ایرانی وجود داشته باشه و به مرور زمان و در طول دوره معمولیت من شاید بیشرفت های اساسی در زمینه سیانه از حقوق افراد باشه. And that over time, and certainly within my mandate, there will be some significant progress in terms of protecting the rights of individuals. Mm -hmm. Do you think the Iranian will be willing to engage into ideological? فکر میکنین ایرانی ها آمادگی ورود به بحث های دینی و ایدئولوژی اسلامی رو داشته باشن؟ منظورم اینه که با توجه به سابقه و دانش شما در زمینه حقوق اسلامی فکر میکنین اونا حاضرن در این زمینه ها هم با شما حرف بزنند و گفتگو رو به بحث های فنی در مورد نقض حقوق بشر محدود نکنند؟ فکر میکنم حاضر باشن چون احمد خیلی زیادی داره که ببینم اون اصول ایدولوژیکی که مثلا مانع از دادن حق برابر به زنان یا اقلیت های قومی و مذهبی میشه چیا هستن؟ این مسئله یک قابل حل اگه به اصل آموزهای اسلامی دقت کنیم میبینیم که سرشار از انسان دوستی و برابری است. بنابراین فقط یک مرحله گذاره خیلی از کشورها با همین موانع ایدولوژیک روبرو بودن ولی اونها رو پشت سر گذاشتن این همون چیزی که زیبایی پذیرفتن ارزش های فراگیر حقوق بشر رو آشکار میکنه چون همه مذاهب و فرهنگ ها رو در کنار هم قرار میده بنابراین از نظر من ایران در کنار سایر کشورهای اسلامی باید بتونه به گستر شوق بشر کمک کنه و نقش رهبری داشته باشه نه اینکه با چسبیدن به ارزش ها و اصول ایدئولوژیک خودش رو از حقوق بشر کنار بکشه خیلی خیلی ممنونم پروفسور جاوید رحمان خیلی متشکرم که مهمان من بودید باعث افتخار بود متشکرم